بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی سلام، شب روزتان بخیر. در آستانه رسیدن به ماه مبارک رمضان، از جناب پروفسور صاحب عبدالستار سیرت دعوت به عمل آوردیم تا در ارتباط با ارزش و اهمیت ماه مبارک رمضان با شما مردم مسلمان داد سخن داشته باشند. افتخار بخشیدن در صفحه سیاست افغانستان بار دیگر حضور پیدا کردن، قدمشان بروی چشم ما. جناب استاد گرامی بسیار زیاد خوش آمدید. بسیار تشکر جناب آقای درامی از دعوت شما. من خوش هستم که به آستان روزهای مبارک رمضان دوباره از طریق شما به پیامی را یا صحبتی را با هموطنان عزیز داشته باشم. بسیار زیاد تشکر. خب، ماه رمضان قریب به 1400 سال است مسلمانان به صورت سنتی در هر سال یک ماه روزه می گیرند. ارزش و برکات رمضان بسیار سخنها رفته. نگاه شما با توجه به شرایط موجود از لحاظ زمانی و مکانی، علل خصوص هموطنانی که در داخل و یا بیرون از کشور هستند، نگاه یا افق جدیدی که شما استنباط کردید از آیات کلام الله مجید در ارتباط با صیام یا همون رمضان، میشه یک مقدار مقدمه توضیح و تبصره داشته باشید؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأولين والآخرين محبوب رب العالمين المبعوث هاديا ومعلما ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان گرامی به هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان نام یک ماه هست. گاهی اشتباه میشه که رمضان گرفتین یا رمضان طور. رمضان نام یک ماه هست و روزه رمضان یک رکن مهم اسلامی است. رمضان به حیث یک ماه، ماهای دیگه هم هست که در طول یک سال نسبت به سایر ماه ها امتیاز دارد. یعنی در حقیقت مسئله زمان و مکان دو مظهر قدرت الله متعال است که در هر کدام مظاهر قدرت دیده می شود و زمان و مکانی که الله متعال خلق فرموده همه یکسان نیستند. ماها با هم فرق داره، مکانها با هم فرق داره، روزها و شبها با هم فرق داره و ای تفاوتی که در خلقت زمان و مکان وجود داره، ای در ای آیه کریمه منعکس شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، واختلاف شب وروز وخلق زمین و آسمان، که در حقیقت تمام از این کلمات
به زمان و مکان خلاصه میشه. زمان و مکان دو مظهر قدرت است که ای برای اول الالباب و صاحبان خرد و اندیشه و تفکر یک ساحه تفکر، یک ساحه گرفتن عبرت و گرفتن درس از اختلاف شب و روز، از اختلاف مکانها و ارکان اسلامی و که ما داریم پنج رکن اسلام که او شهادت توحید است و نماز است و زکات است و روزه است و حج، اکثر از اینا به زمان مربوط است و از به تغییر زمان اینا تغییر میکنه و تنها یک رکن پنجم اسلام که او رکن حج است، این رکن ادایزی هم به زمان و هم به مکان ارتباط داره و زمان ها از لحاظ تفاوتش در طول و ای که 12 ماه سال است، ایره در قرآن کریم الله متعال فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم این عدت الشهور عند الله 12 شهرا یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم. فرموده خداوند که تعداد ماهای سال 12 ماه است و روزی که الله متعال زمین ها و آسمان ها را خلق کرده، یعنی زمان و مکان یک وقت خلق کرده و در این 12 ماه فرموده که 4 ماه ماه حرام است. 4 ماه ماه حرام، ماهای حرام، حرام مانایش یعنی یک حرمت خاص داره و یا یکی بعضی اعمالی هست که در این ماها حرام میشه و در سایر ها مثلا قتال و جنگ این مسائل در این ماها حتی در جاهلیت حرام بوده و باز در اسلام هم و در حالی که احکام ماهای حرام در سایر ماها جاری نمیشه و این تفاوت است که در نظام خلقت از نظر زمان الله متعال آورده و ماهای حرام باز و ماها در خود در قرآن کریم تحدید نشده کدام ماهاست. او را حدیث مبارک نبوی و تحدید کرده و حدیث مبارک بسیار مردم متاسفانه سر هست که سر حدیث هم شک میکنند، در حالی که اگر حدیث نمی بود قرآن بیان نمی شد و قرآن تفصیل نمی داشت و ای که ماهای گفته 4 ماه حرام است، ما نمی دانیم که او 4 ماه کدام ماه است. این حدیث بیان می کنه که او ذوالقعده و ذوالحجه 2 ماه اخیر سال قمری است و محرم سال اول ماه اول سال قمری است و رجب ماه هفتم سال قمری است. این ماه تفاوت داره، فرق داره نسبت به دیگه ماهای سال. یک امتیاز زمانی و مکانی دیگه موجود است که او ماهای حج است. ماهای حج در حالی که 2 ماه حج در ماهای حرام هم داخل است که او ذوالقعده و ذوالحجه است، اما شوال و ذوالقعده و ذوالحجه عرصه از این ماهای حج گفته میشه. یعنی حج چون مردم از اکناف دنیا و از هر طرف میآیند و او به یک هفته نمیشه که کل دنیا یک جای شوه و از شوال یعنی شروع میشه نیت حج و احرام حج و اینا تا که به ذوالحجه در وسط ذوالحجه ختم میشه و ای از ای یک امتیاز زمانی است که ای رکن اسلام داره و ای رکن باز امتیاز مکانی هم داره که ای رکن به هر جای ادا شده نمیتونه، مثل نماز یا مثل روزه و زکات اینا. ای ارکان ارکان است که از نظر زمان اینا
ادای ازی اجرای ازی به زمان ارتباط داره و به مکان نه و به هر جای شده میتونه، اما حج به هر جای شده نمیتونه، به هر زمان شده نمیتونه، هم زمان و هم مکان محدد داره که او زمانش گفتیم که ماه شوال و ذوالقعده و ذوالحجه است و مکانش خب مسجد الحرام و کعبه شریف و مشاعر مقدسه که در مکه مکرمه است که از قبیل مناس مزدلفه است و عرفات است و عرفات البته عرفات هم رکن بزرگترین رکن حج است که و او هم روز روز معین داره و هم مکان معین داره، یعنی زمان و مکان معین است که او یک روز پیش از اون روز معین روز نهم ذوالحجه است، او یک روز پیشتر از اون شده نمیتونه، یک روز بعدم شده نمیتونه و یک دمتر بیرون ساحه عرفات هم او رکن ادا شده نمیتونه، یک رکن است که مقید است هم به زمان و هم به مکان. یک ماه بسیار متفاوت و با امتیاز دیگه در طول سال قمری وجود داره که او ماه رمضان است. ماه رمضان ای رمضان یگانه نام یک ماه است که به اون اصل نام اصلی خود در قرآن کریم ذکر شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی ماه رمضان هیچ ماه دیگه به نام در قرآن ذکر نشده، ماه حج است، ماه حرام است، مگر نام های زنا گرفته نشده که کدام ماه هاست و حدیث رو بیان کرده، مگر ماه رمضان به نام ذکر شده و احکام رمضان در با بیان احکام سایر ارکان اسلامی فرق داره. احکام رمضان تمام احکام مربوط به زی، البته یک قسمتش تفصیلش مثلا روزه زنا فرق داره مردا و تفصیل از دود احادیث آمده، مگر همو اصل احکام عمومی روزه او در قرآن کریم در پنج آیت سوره بقره که او در یک موقع واقع است، در تمام ارکان دیگه اسلام به آیات مکرر در طول قرآن کریم چندین بار در سوره های مختلف یاد شده، مگر احکام مربوط به رمضان تنها در سوره بقره پنج آیت از آیت 183 تا 187، این پنج آیت که البته بعضی از این مختصر است بعضی مفصل، تمام مسائل مربوط به روزه به اینجا ذکر به دیگه جای تکرار نمیشه. و اولین آیتی که حکم روزه را تثبیت میکنه او آیت کریمه 183 سوره بقره است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در این آیت مبارک دو کلمه، یکی در اول یکی در اخیر، در اول خطاب یا ایها الذین آمنوا و در آخر لعلکم تتقون، در وسط حکم است که کتب علیکم الصیام، یعنی فرض شد بر شما به ذمه شما روزه، مثل که بر کسانی که پیش از شما هم بودن اونا هم روزه بر از اونا فرض بود، البته کیفیت روزه از اونا و وقت از اونا و مدت از اونا و فرق داشت با روزه شما، روزه فرض شد، مگر خطاب که فرضیت روزه به توسط از او اعلان میشه او به نام مؤمنان است، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردن، سر شما روزه فرض شد، ایمان و روزه و نتیجه از روزه چیست؟ لعلکم تتقون، شما روزه را بگیرین تا اینکه به تقوا برسین، صاحبان تقوا شوین. روزه
و وقتی که خطاب و یعنی فرضیت روزه به مؤمنان شده، در حالی که روزه یک رکن اسلامی است و ایمان و اسلام ای گاهی به هم یک جای میشه و گاهی از هم فرق میکنه. همیشه در قرآن کریم وقتی که اگر خطاب به مسلمان شد یا ایوها المسلمون و نحن مسلمون، در این صورت به زیر کلمه مسلمون مؤمنون هم داخل میشن. یعنی مسلمون بدون مؤمنون اهمیت نداره، هیچ معنا نداره. و اگر یا ایوها الذین آمنو، اگر خطاب به مؤمنان شود، در او صورت مسلمین هم در او داخل میشن. یعنی مؤمنین ایمان بدون اسلام و اسلام بدون ایمان شده نمیتونه. و احکام و ایمان شما میفهمیم که این ایمان عمل قلبی است، امو تصدیق یا امو ایمان یا تصدیق یا ثباتی که در یا رسوخی که در قلب انسان در مورد وحدت خداوند یا کتاب خداوند یا پیغمبر خود، اینا یا کل از مظاهر اعمال درونی و قلبی انسان است که به این مسائل باید عقیده داشته باشه و این ترسیخ شده باشه در اعماق عقیده و قلب انسان، این مؤمن است. مگر این مؤمن اگر این آثار از ایمان اگر در عمل انسان در بیرون تبارز نکنه، او ایمان تنها کافی نیست. اگر کس بگه که من ایمان دارم و نماز نمیخونم مثلا، یا از پیغمبر منکر است، یا از قرآن منکر، او ایمان از او هیچ اعتبار نداره. ایمان یعنی اگر ایمان و مؤمن و مسلم جدا هر دویشان یک جای ذکر شوه، جدا جدا در او صورت هر کدام معنای خاص خود داره. اگر یکیش به تنهایی ذکر شد در قرآن کریم، یا ایوه الذین آمنو، یا ایوه المسلمون، یا و نحن مسلمین، در او صورت اگر تنها ذکر شد هر دویشان مراد است، اگر دو ذکر شد جدا جدا مراد است. و این مثال مهم است که وقتی که فرضیت روزه را خداوند امر میکنه و بیان میکنه و خطابش به مؤمناست، در حالی که روزه یک رکن اسلامی است نه ایمانی. ارکان ایمان شش رکن است که ایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر و خیره و شره. این شش رکن ایمان است و کسی که ایمان میاره باید به هر شش رکن ایمان داشته باشه. در هر کدام از این اگر از او انکار بود، باز او ایمان درست نمیشه. و اگر کل از این قبول کنین، باز بعد از او اگر ای ایمان، چون کل از این به داخل است، به داخل انسان است، این وقتی که تبارز میکنه در بیرون از زبان گرفته به دست و به پای به جسم، وقتی که ما اعمالی را اجرا میکنیم، در او صورت او اسلام میشه، او احکام اسلامی است. پس در اینجا که یا ایوها الذین آمنو گفتن، یعنی مانا ای کسانی که ایمان دارن، یعنی ای مؤمنان و مسلمان، هر دو به این خطاب داخل است. چرا؟ خطاب به مؤمن است و حکمی که واجب است او یک حکم اسلامی است که روزه، یعنی روزه فرسود، روزه یک از ارکان ایمان نیست، از ارکان اسلام است. این مانا از ایسته که ایمان و اسلام به یک دیگه بستگی داره و کسای یگان تا حالی به این وقتا پیدا شده که مثلا فلانی دختر مسلمان به غیر مسلمان اون نکاح میشه و باز میگن این مسلمان شد، کلمه خدا خواند، کلمه خدا، کلمه خواند به پیش قاضی یا به او، به او مسلمان نمیشه، تنها به کلمه خدا خواندن کلمه، یعنی خواندن کلمه و او وقتی او مسلمان میشه که به او عقیده داشته باشه و به تمام ارکان دیگه ایمان. و بعد از او ای ایمان به اعمال بیرونی از این اندسای اسلام تبارز بکنه.
او را کلمه خوانده و نماز باد نمی خوانده یا نمی، یعنی بسیار یک اشتباه یا غلطی بزرگی فعلا در مخصوصا در امریکا و در کشورهای غربی است که دخترای مسلمان بر بچه های غیر مسلمان نکاح میشه و بعضی مسلمان ها همی کار میکنن، او رو میبرن پیش قاضی که کلمه رو بخونه، کلمه رو میخونه باز خلاص، و او دیگه به تنها به او کلمه خواندن مسلمان نمیشه تا وقتی که تمام ارکان ایمان قبول نکرده باشه، و بعد از او این ارکان ایمانی که او راسخ میشه در قلب از او در عمل از او در خارج هم باید منعکس شود. در او صورت ما میتونیم بگیم که او مؤمن و مسلمان است. و در پایان امی آیت کریمه که خطابش به ایمان است، یعنی ما فهمیدیم که تمام ارکان اسلام بر اساس ایمان بنا میشه، یعنی اساس ایمان است و اسلام عملی است که مطابق ایمان تبارز میکنه در اعمال انسان. نتیجه از او چیست؟ ما ایکا وقتی که مؤمن هم هستیم و همه حکم اسلامی را انجام میتیم، ای به خاطر است لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسیم، متقی شوین. تقوا چی است؟ تقوا بر با چون تقوا از کلمه یا ریشه لغوی از این وقایه است. وقایه یعنی نگهبانی یا حفظ جان و مال و عقیده، اینا امور ریشه اصلی تقواست. و متقی خود از این کلمه یک کلمه عجیب است، در قرآن بسیار زیاد استعمال، تقریبا 240 مرتبه، در حدود 240 مرتبه تقوا و مشتقات از این کلمه در قرآن کریم استعمال شده. و این اصلا وقتی که ما میگیم از وقایه است، متقی امو کسی است که یک سد وقایه را بین خود و بین آنچه که مخالف احکام الهی است یک سد ای تشکیل میکنه، یعنی بین ازی و گناه یک سد است که به طرف از او تیر شده نمیتونه. و به جانب راست از این سد تمام اعمال نیک و امو مسائل است که ایره به خداوند نزدیک میکنه و به احکام خداوند میرسونه. یعنی سد میان گناه و ثواب یا اعمال بد و اعمال نیک، ای سد را، ای وقایه را صاحب از این متقی است و خود از این تقواست. یعنی این وقایه را کس داشته باشه که بین خود و بین گناه یک سد ایجاد بکنه، در اون صورت این متقی است. و البته هر عملی که میکنه او عمل مطابق فرمایشات اسلامی است و و شخص که متصف به این صفت است او متقی می باشد. یعنی کسی که روزه را که میگیره، این آدم روزه را که گرفت یا به اساس ایمان خود، ای امید است که به تقوا برسه، صاحب تقوا شود. این حکم روزه بود که به آیت دیگه بعد از او یک سلسله احکام تفصیلی روزه را بیان میکنه. میفرماید خداوند که ایام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اي ايات سي حالت روزه را بیا روزه و روزدار را بیان میکنه. روزه که شما میگیرین، روزه یک چیز دائمی نیست، همیشگی نیست. روزه ایام معدودات، روزهای شمار شده و روزهای
محدود است، یعنی به روزه مطلق نیست که تمام سال شما روزه بگیرید، ایام معدودات. کسایی که این روزه سر زنا فرض شده، این روزه را در ماه معین که روزه است اونجا میگیرن، اما سه حالتی است که او روزه افطار میشه و روزدار یا مؤمن از قید روزه خلاص میشه. او حالت مریضی است و حالت سفر است و حالت عدم توان گرفتن روزه است. هر کدام از این حکم خاص داره. مریضی امون مرضی که انسان به او مبتلا میشه و به خاطر از او نمیتونه یعنی روزه گرفتن برش تکلیف است یا مرضش زیاد میکنه، او اجازه داره که افطار بکنه و بعد از او به روزهای دیگه قضایی از او رو میاره. و حالت سفر است که انسان مسافر برای افطار و غیر افطار اختیار داره، مخیر است که سفرش اگر سفر شاق بود و به تکلیف داشت اجازه داره او افطار بکنه روزه خود، و اگر سفر که آسان بود و میتونست روزه بگیره روزه خود بگیره و هیچ مانعی نداره، مگر سفر افطار روزه مثل سفر نماز نیست. در مسافر وقتی که در حالت سفر باشه قصر میکنه و بعد از اینکه رسیدم تا به اساس مذهب امام مالک تا 4 روز و مذهب حنفی تا 15 روز، اگر نیت اقامت دائمی نداشته باشه و نه میتونه در خلال اون 15 روز این نماز خود قصر بکنه. اما حالت سفر است که در خلال سفر داره، چون در سابق سفر مثلا به حج که کس می اومد 1 ماه رو می گرفت یا زیاد وقت زیاد تیر می شد، به از این لحاظ در حالت سفر یعنی در روز که به تیاره هستین یا در روزهایی که به موتر در حالت سفر هستین، به اونجا اجازه چیز دارین، شما اجازه افطار دارین. این حالت دوم رخصت برای سفر است، برای رخصت روزه است. و حالت سوم است که یک کسانی هست که از نظر کبر سن یا از لحاظ مریضی های دائمی اینا توان گرفتن روزه را نه در وقت روزه نه در باز نه قضاییش نداره، برای زنا اجازه است که اینا روزه نگیرن و در مقابل به عوض روزه یا فدیه بدن، فدیه در مقابل هر روز روزه 100 یا غذای یک مسکین اینا تهیه بکنن برشان، تهیه بکنن برای مسکین. این را نام از فدیه است، فدیه یا البته مقدار فدیه به تفاوت وقت و زمان رو فرق میکنه که قیمتی که بتن و قیمت به یک کشور نسبت به دیگر کشوری در جایی که کمی روزدار است مطابق امو میزان مصارف امو کشور برای فقرای زو به غذا میتو ایوازی هر روزی چیز ای ای قسمت او چیز سیوم روز چیز است. جناب قدر ما جناب پروفیسر صاحب عبدالستار سیرت هستند، شخصیت عالم و دانشمند، و جناب سیرت صاحب را تمام مردم افغانستان، تمام اقوام، مذاهب، نژادها، گروه ها میشناسند و احترام دارند. امیدواریم که چنین شخصیت هایی را ما تکریم کنیم و حضور چنین شخصیت ها در اتحاد و وحدت جامعه بسیار زیاد کمک میکنن، هرچند که از جوانی جناب پروفسور صاحب سیرت در کارهای اداری و سیاسی و اجتماعی و دینی و مذهبی فعال بودن و همچنان که حدود شاید 86-87 سال سن دارن،
با جامعه در ارتباط هستند و مسائل روز را رصد می کنند. امیدواریم بتوانیم از حضور شریفشان برای کمک به جامعه، مشکلات و مبتلاتی که ما دچارش هستیم استفاده بکنیم. یک روز من با جناب استاد سیرت صحبت می کردم، ایشان فرمودن ما بسیار تلاش کردیم که برای جامعه مستر خدمت باشم، ولی دوست دارم که اول با مردم خود تعهد بدم نه با کسی دیگر. بناهن شما اصرار نکنید، اینجا وضعیت به گونه دیگر پیش میره. مطمئن هستم دوستان منظور را گرفتید. بر صورت میرسیم به بخشایی که پرسشهایی از ایشان خواهیم داشت. اگر در این قسمت صحبت های شما تمام شده استاد، اجازه باشه که دو تا پرسش را مطرح کنیم. بفرمایید. خب، بسیار زیاد تشکر از توضیحات عالمانه ایتان در باب ماه صیام یا ماه رمضان استفاده بردیم. در رابطه با وضعیت موجود که بر جهان حاکم است، علی الخصوص مسلمان ها چه در فلسطین و یا در افغانستان یا در یمن یا در اقصی نقاط جهان، به نحوی استحصال و انفعال مسلمان ها و حکومت های که در قبال امنوان خودشان بسیار بیتفاوت هستند، و مطمئن هستم شما را هم رنج می دهد، علی الخصوص وضعیت نابهنجار افغانستان. راجع به کلیات این موضوع یک مقدار تحلیل و نقطه نظریاتتان را بفرمایید، بعد یک پرسش دیگری هم خواهم داشت شما. بسیار تشکر، ما به خدمت شما هستم در این مسائل. اگر چون موضوع روزه ای شرحی که من تا تقدیم کردم به این ناقص است، اگر اجازه بفرمایید که من یکی دو مطلب دیگه مهمی که در همه آیات روزه است او را بعد بفرمایید برسانم و تفسیر بکنم، بفرمایید بعد از او به سوال های بفرمایید شما میرم. ما در خدمت بعد از بیان از احکام روزه، آیت کریمه دیگه که آمده او فرق داره از آیاتی که بیان احکام است، که در این آیت هم احکام است و هم نام رمضان است. این آیت کریمه اینطور خداوند می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا خو بهر صورت. و در پایان از این آیات کریمه می فرماید يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. در این مثل که در اول ما عرض کردم که به یگانه ماهی که به نام خود ذکر شده و اینجا یعنی شهر رمضان، ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضان الذی انزل، یعنی حال امو لب و لباب یا امو فضیلت اساس اهمیت و ارزش خاصی ای ما را که و حتی گرفتن روزه شاید شکران از این نعمت باشه و ای امتیاز از این ما ایست که قرآن که او هدی للناس، او مرکز هدایت بر کل بشر است. در قرآن کریم میشه وقتی که کلمه الناس ذکر میشه مراد از او تمام بشر است، مؤمن و غیر مؤمن اینا نیستن، همه قرآن کریم هدایت بر کافه بشر است و دلائل بسیار روشن و واضح و تعلیمات واضح داره و الفرقان که یعنی تفاوت یا فرق تفریق حق و باطل به توسط قرآن میشه و این قرآن در این ماه نازل شده و ای خود از این ناله که نام از این ماه آمده و به یک امتیاز نسبت به کل ماه داره. حال قرآن خو هدایت بشر همیشه برای ایتونست که تنها به این مثل که روزه به این نام به این ماه ارتباط داره و قرآن
تنها قرآن عظیم ما نیست، قرآن قرآن تمام زمانها و مکانها و تمام افراد بشر در هر وقت، در هر حتی قرآن، قرآن یعنی وقتی که دنیا ختم میشه و بعد زو به آخرت هم قرآن از پیروان قرآن جدا نمیشه و قرآن میباشه. یعنی قرآن امو نعمت بزرگترین الهی است که او بر هدایت بشر نازل شده و او در این ما نازل شده. خود از این نزول قرآن در این ما، این ما را امتیاز می بخشه و این ما یعنی فضیلت بزرگ از این ما همیست که قرآن در او نازل شده و ای که ما روزه می گیریم و روزه در حقیقت یک شکران امین نعمتی نزول قرآن کریم در این ماست و ما و قرآن کریم تجلیل میکنیم در حقیقت به او روزه. همون به او سبب است که شما میفهمید که در طول اقطار جهان اسلام و در ماه رمضان تو یک مسجد یک جایی نیست که در اونجا قرآن کریم ختم نشود. قرآن و خود ای ما یعنی به خاطر قرآن کریم و به قرآن به ما یک ارتباط دیگه شست که حضرت جبرئیل وقتی که قرآن نازل می شد در خلال 23 سال قرآن نازل شده، در هر رمضان جبرئیل در ماه رمضان کل امو مقداری که نازل شده بود او را تکرار میکرد و میخواند، رسول اسلام قرائت میکرد، جبرئیل میشنید و جبرئیل قرائت میکرد. یعنی برزی که خود آیات قرآن کریم به قلب حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم رسوخ پیدا کنه و تثبیت شوه و این وقت تکرار و وقت ای که تعلیم ازی یا تأکید ازی ماه رمضان بود. در هر رمضان یک دفعه قرآن تکرار می شد و در رمضان اخیر که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بعد از وفات کردن به دیگر رمضان نرسیدن، دو بار قرآن کریم تکرار شده با حضرت رسول علیه السلام. و همی یکی از اسرار از که قرآن کریم یک کتاب یک معجزه محفوظ است که در بین از یک حرف و یک کلمه شم تغییر نکده، حتی شکل بعضی از حروف تغییر نکده در خلال همه قدر مدت ها و اشکال حروف در اونجا و هر کدام خود دلایل خود داره. یک جایی که تای مربوط نوشته است شاید خرد و یک مانا داره و جایی که تای دراز نوشته است یک مانا داره. مثال ربایی که با واو و الف مقصور نوشته است او یک معنا داره و ربایی که به الف تنها ری و بی و الف نوشته او دیگه معنا از او فرق داره. قرآن کریم یک مرکز اعجاز است و به رمضان و نزول ازی و تثبیت ازی در ماه رمضان و او ارتباط داره و حضرت جبرئیل را بارها در هر رمضان تکرار کرده. به هر صورت ما اختصار میکنم یک آیت دیگه در پایان از اینکه احکام روزه را بیان میکنه، یه آیت یرید الله بكم اليسر، میگه الله به شما آسانی میخواه، سختی را نمیخواه، مشکلات را نمیخواه. یعنی میگه و روزه را و روزه و تمام اعمال ایره به حیث یک فرمول میتونیم بگویم که تمام مکلفیت های اسلامی در هر ساحه که باشه او در داخل توان بشری هر انسان است. هر انسان است. شما هیچ یک حکم اسلامی یک رکن اسلامی را شما ندارین که او فوق طاقت بشری انسان یا او مسلمان باشه قطعا. و او و می فرمولی که الله متعال فرموده که یرید الله بكم اليسر، الله متعال بر شما آسانی را می خواهد. ولا يريد بكم العسر، سختی را نمیخواهد. یک آیت دیگه در مابین آیات صیام و روزه اینجا ذکر شده
که آیات پیشترش هم از روزه است، آیات بعدش هم مربوط روزه است، مگر خود از آیات در بین از ایش کلمه روزه یا حکم روزه اینا نیست. و این آیات بسیار عجیب است، اینجا در داخل آیات رمضان به خداوند می فرمایه که و اذا سألك عبادی عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن ده إيه آيات الكريمة ده بين زي هش حكم روزة نيست، أما خود زي ده ما بين آيات الروزة يوارد شده، ده ما بين أحكام الروزة يوارد شده. و ده إيه الله متعال فرموده به خطاب به حضرت رسول علیه السلام، خطاب می فرموه که اگر از تو بنده های ما در مورد ما پرسان بکنن، و اذا سألک عبادی عنی، اگر از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بنده های ما در مورد ما پرسان بکنن که پروردگار ما کجاست، چی میکنه، این پرسان بکنن. و همیشه یعنی روش قرآنی اینطور است که اگر از تو این پرسان کنن تو اینطور بگو، یا جو یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب، یعنی از تو پرسان شد باز تو اینطور بگو. مگر ده این پرسان وقتی که بنده های ما از تو در مورد ما پرسان بکنن، فا این جوابش نمیده که تو چی بگو، خود الله متعال میفرما فا اینی قریب، من نزدیک از اون هستم، من نزدیک از هستم، اجیب دعوت الدعای، من دعای کسانی که کسی که دعا میکنه او را اجابت میکنم، و من را دعوت بکنم من اجابت میکنم. و در مقابل فلیستجیب ولی اونا هم چیزی که من خواستم او را اجابت بکنن، ولی یؤمنو بی بما ایمان بیارن لعلهم یرشدون، و باشه که اونا راهیاب شوند و رشد پیدا بکنند و استقامت پیدا بکنند. این آیتی است که در مابین آیات روزه است، و این یک لطف عجیب پروردگار است در مقابل بنده های خود. و همیشه وقتی که الله متعال به تعبیر نوازش عبادی میگن بنده های من، اگر میتونست بگوید که مسلمان ها مؤمن ها یا مردم یا اینا اگر از من پرسان کنم، میگه بنده های مگه از تو پرسان کننده مورد من، نمیگه که تو چی بگوی، خود الله میفرمایه که فا اینی قریب. قریب یکی از نام ها و اسماء الحسنا، یعنی نام های نیکوی خداوند است که همیشه در قرآن کریم امرای نام دیگه که مجیب است امرای از یک جای ذکر میشه، این ربی قریب و مجیب، قریب است، نزدیک است و اجابت میکنه. یعنی خواهش شما، دعای شما، اینا حتی به خاطر شما چیزی که بگرده در مورد پروردگار، او پروردگار قریب است و او را میبینه و میدانه و او را اجابت میکنه. خب این یک آیتی که و امید تولید میکنه و و و و اطمینان تولید میکنه که الله متعال بر بنده های خود، بر بنده های خود نزدیک است و دعایشان را اجابت میکنه. و اینکه این آیات در بین آیات احکام روزه آمده، این نشان میده که روزه یک موسم دعا و تقرب به حضور پروردگار هم هست، و روزه تنها یک حکم اسلامی که او همی درسار نداشته باشه او طور نیست، و دروس زیادی در این روزه، روزه در حقیقت یک مدرسه و تزکیه نفس است. و ای که در روزه بزرگترین یعنی درسی از این روزه است که خداوند بعضی از امور حلال و روا را در این ناروا می‌سازد، خورد و نوش و مقاربت به معاشرت انسان با خانم خود، یا
ای در حالت عادی همیشه امور مباحه و روا است، مگر به یک مدتی همین من همیشه شما نمیتونید از این وقت طلوع صبح صادق تا به غروب آفتاب شما خورد و نوش و مقاربت را نمیتونید. وقتی که این امر صادر میشه و بنده ایرا که اطاعت میکنه، ای باید به این به می فکر باشه که یک حلالی که خداوند منع کرده، ما او را به او نزدیک نمیشه، مگر همو حرامایی که به صورت دائمی منع کرده ده او چی کردیم؟ آیا او را قبول کردیم؟ یک دفعه ای انسان تکان میده، ای که حلال است ایره میگه تو ده ای وقت نخو، ما ای را قبول داریم، مگر مو که او چیزی که حرام است و قتل است و شراب است و قمار است و بوس اونا معین است، اونا را چی؟ یعنی کسانی که در مقابل حرام هنوز مقید نبودن و بر زنا یک درس هستی. و دیگه ای که ما وقتی که یک 12 ساعت یا یک چند ساعت گرسنگی و تشنگی را می کشیم، امیره و کسانی که ایش وقت گرسنه نبودن و تشنه نبودن، اینا آیا متوجه خود شدن که یک تعداد همسایه های زنا، هم نوعان زنا، هم کیش های زنا همیشه گشنه می باشن، اونا چه حال دارن؟ و ای البته یک سائق یعنی انسان دوستی و و و, و ترحم بین انسان ها هم هست و ای در و به این نسبت است که به حدیث و روزه را ای امتیاز داده، روزه را در یک حدیث قدسی خداوند فرموده که کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. یعنی خداوند می فرماید که تمام اعمال ابن آدم برای خودش است، اگر خوب است بد است اونا اگر او به خود از او تعلق داره، مگر روزه او از ماست فانه لی و انا اجزی به. و این حدیث قدسی از جانب خداوند رسول الله صلی الله علیه و آله روایت میکنه. یعنی روزه در حالی که تمام اعمال ما ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تمام اعمال به چیز مربوط است، یعنی به از خداوند است، به بر امر خداوند میشه، اما روزه چه امتیاز داره که ایره خداوند نه که ای از ماست و ما پاداش از ایره ما میتونم. ای به خاطر دی که روزه تمام اعمال دیگه اعمال اسلامی در بین از اونا در اجرای از اونا یک شبه ریا یا یک تصنعی وجود داره. مثلا انسان وقتی که نماز به تنهایی خود میخونه و در پیش روی دیگه مردم میخونه کمی فرق میکنه، یا به امام مثلا تنها که میخونه یا اینا، مگر همچون حج بسیار مردم برای تظاهر میکنه، یا زکات برای به قسمی میتا که او یا نشر شوه یعنی مردم ببینه، یا در هر کدام از این اعمال یک شبهه ریا موجود است، اما روزه یگانه رکن است که در این هیچ شبهه در این است، برای اینکه روزه ما را هر کس نمیبینه که ما روزه هستیم یا نیستیم، یا روزه در مقابل دیگه مردم ادا نمیشه، روزه فقط یک سری بین بنده و پروردگارش است. کس چی خبر است که یک جوره آب کس نوشیده یا ننوشیده؟ از این لحاظ وایی که امتیازی که بر روزه خداوند داده و گفته که از ماست و ما جزای روزه را پاداش ما میتونم. ما و در و روزه البته روزه تنها امی که ما آب و نوشیدنی و خوردنی و این چیز میکنیم، تنها مانای از امی مانای روزه این نیست که ما امی دروسی که در روزه هست یا استفاده ای که از روزه باید بکنیم او را، اگر بو امی رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفته که من لم یدع قول الزور والعمل بهی فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. گفتن کسی که اگر دروغ و بهتان تو اینا را ترک نمیکنه، یعنی روزه در عمل زی تاثیر نداره و عمل زی را روزه اصلاح نکده،
یعنی خداوند محتاج از این نیست که خودت گشنه بسازه و تشنه بسازه. گشنگی و تشنگی را خداوند به او احتیاج نداره که باید روزه تمام اعمال زیر درست بکنه و از این درس های. به هر صورت ما معذرت میخوایم که اگر زیاد شد این حال به خدمت شما است و به سوالات شما. سوال اینجا بود که وضعیت موجود بسیار نابسامان است در افغانستان، در فلسطین، در یمن، و این مصیبتی که دامن مسلمان ها را گرفته، سکوت کشورهای مسلمان یا عرب در قبال مردم فلسطین یا در رابطه با حاکمیت طالبان، معامله افغانستان که در دوحه رخ داد، اینا مسائل است که میشه راجع به هر کدامش مفصل صحبت کرد. کلیات این موضوع را شما یک تحلیل کلی داشته باشید به صورت فشرده و کوتاه. یک پرسش خاص هم راجع به خود افغانستان از شما داریم. اوضاع عمومی جهان اسلام و مخصوصا فاجعه و مصیبتی که در فلسطین به صورت کل و مخصوصا در غزه در 5 ماه گذشته واقع شده، ای راستی یک طرف یزی یک قهرمانی عجیب و غریبی است که او هم در تاریخ مثال از او بسیار کم است، یا هیچ در تاریخ معاصر البته هیچ نیست، که یک گروپ کوچکی محدود ای در مقابل یک قوای متجاوزی که در 75 سال به صورت تجاوز و ناحق یک کشور غصب کرده، یک زمین غصب کرده و یک ملت بیچاره ساخته و ملت یعنی تا حدود یعنی فلسطینی های 65 ساله و 70 ساله کسانی هست که در کمپ های بیرون و در به حیث مهاجر و اینا تولد شدن و تا بال 3 نسل از اینا به این ترتیب گذشته و تمام و زمین های از اینا که غصب شده در طول 75 سال تر شده بود، اینا زیر بعد از این یک دفعه یک گروپ یک هیئت یک حرکتی پیدا میشه و اینا در حالی که در 75 سال سر از اینا تجاوز بود و اینا یک دفعه برای دفاع خود یک اقدامی میکنن که اقدام از اینا امو قدرت شکست ناپذیری که در اون منطقه بوده و فکر میکردن که با یک ساعت کسی نمیتونه که به طرف از اونا با اونا تجاوز بکنه اینا، مگر امی حرکت های مقاومت فلسطینی حماس یا جهاد اسلامی یا اینا توانستن که در کار خود امی کشور متجاوز اینا اونا داخل شوند و اونجا حمله بکنن، یعنی در حالی که 75 سال اینا زیر حمله بودن و اینا طرف تجاوز بودن، اونا یک بار اینا هم توانستن که امی کشور از پای بدران و ای که ای فکر میشد که به 1 ساعت یا 2 ساعت یا به 1 روز یا 2 روز با این کشور بزرگی که پشت سر زنا و تمام غرب که به پشت سر زنا با تمام قوه ایستاد شد و اینان 5 ماه تا بال نتانستن که امو حرکت از بین ببرن. در مقابل از او اینا چه کردن؟ یک وحشتی که فقط مردم بی دفاع و خانه را بزن ویران کو زن و طفل و اینا را بیش از 15,000 طفل و 30,000 نفر مدنی بیگناه ناحق به اینجا کشته شده و ای البته از نظر ظلم و تجاوز و جنایت یک عمل غیر انسانی و بیمثال است و همچنان از نظر مقاومت و شجاعت جوانای مقاومت او هم یک مثال غیر سابقه بدون سابقه است و یک مثالی که او در حقیقت امو
قدرت و تکبر و غرور ناحق یک کشور بیگانه که در اونجا هست او را شکستاند و از بین برد و تمام و کسانی که در پشت سر زناب بوده. و حال شما میبین همی حالت وزیر خارجه امریکا را که ایده خانه خود داخل شده نمیتونه از خانه خود که برای ایده موتر خود سنگ میخوره و در سر ازی و اینا و لعنت میشه. و در این روزا شما دیدین که یکی از ضابط ها صاحب منصب های قوای هوایی امریکا که اشتراک کرده بود در همی جنگ ها به پیشروی سفارت اسرائیل خود در داشته آتش زد. ما نمیخوایم که به این چیز ما نای ما نجام نشانه و نای خود کند دست و انداخت و در خود امریکا و یهودای غیر سیونیست اینا هیچ کدام نه اینا طرفدار از این نیستن که همه قسم وحشت به نه مؤسسه ملل متحد نه مؤسسات جهانی نه. هیچ کدام از این ایره یک عمل مشروع ندانستن، یک تجاوز و یک جنایت تاریخی دانستن در حق چیز بابره. و یک طرف در این موقف زعمای مسلمین و حکومت های اسلامی هم بسیار خجالت آور است که اینا کل به این تماشابین بودن و هیچ کدام امو مسئولیت ایمانی و اسلامی و اخلاقی خود در مورد این ساحه اینا اجرا نکردن. و این نشان میده که نظام های سیاسی کشورهای اسلامی هم کل زینا اینا یک طبیعت یک بستگی به کشورهای بزرگ متجاوز دارن و نتانستن که اینا وظیفه تاریخی و اخلاقی خود در مقابل فلسطین انجام بتن. و مخصوصا مسلمان ها برای مسلمان ها مسجد اقصا مستقیما به مسجد نبوی و از او به مسجد الحرام مربوط است. کل از اینا در بین قرآن ما به نام ذکر شده، به نام ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم که به او ما ایمان داریم در این مسجد اقصا نماز خوانده، معراجشان از اونجا واقع شده، اسراء از مسجد الحرام به مسجد اقصا واقع شده، در اونجا رفتن و با امامت حضرت رسول به تمام انبیا در اونجا نماز خواندن. او مسجد یناله او در مسلمان ها منویش از داخل شدن به او مسلمان ها کشیده میشه و عساکر متجاوز در اونجا امرای موزای خود داخل میشه و مسجد یعنی امو حرمتی از اون مسجد زیر پای میکنن. و این وظیفه تمام مسلمان های جهان است که از این دفاع بکنن. یعنی کار فلسطین، قضیه فلسطین قضیه تنها عربی و فلسطینی نیست، بلکه قضیه امت اسلام است. و در این امت اسلام البته ملت های مسلمان قصور ندارن و ما در قضیه فلسطین دیدیم که ملت مسلمان و غیر مسلمان در لندن چند صد هزار نفر و مقابل از این جنگ چندین بار به چیز کردن مظاهرات کردن در کل کشورهای استرالیا و کشورهای افریقایی و افریقای جنوبی. یک قضیه از اینا رو در محکمه بین المللی مطرح کردن. یعنی کل دنیا از نظر ملت ها بسیار در این ساحه وظیفه بسیار بزرگ و تاریخی را انجام کردن و اعتبار و مقام و حیثیت خود امی کشور متجاوز و کسانی که از ازی دفاع کردن یا او اعتبار از اینا در جهان و در کشورهای خودشان بسیار صدمه دید و بسیار به پایین آمد. بسیار تشکر. بله تشکر از توضیحاتتان. البته بازم عرض میکنیم سکوت شرم‌آور حکام کشورهای اسلامی یک مسئله بسیار جدی است. متاسفانه که ممکن 100 نفر از اسرائیلیا در حمله حماس کشته شده باشند، ولی تا این لحظه قریب به 50,000 فلسطینی شهید شدند در یک جنگ نابرابر و مردم هم تحت فشار و به هیچ طرف هم راه پیدا نمی کنند. شما در حمله روسیه بر علیه اوکراین دیدن که میلیون ها نفر از اوکراینی ها خارج شدند و دروازه ها
باز شد و پذیرایی شدند. ولی یک فلسطینی امروز به هیچ کشور علل خصوص کشورهای اسلامی اجازه ورود ندارند. واقعا یک مسئله تاریخی و شرم‌آور است برای حکام اسلامی. خب بسیار زیاد تشکر، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم. در ارتباط با حاکمیت طالبان که در این 2.5 سال پسین نظر به معاهده و موافقتنامه دوحه تحویل گرفتن قدرت، شما تبصره نظر و تحلیل دارید که مردم ما از نظریات شما جویا باشند؟ ما طالبا قبل از اینکه به کابل بیان و یک حاکمیتی را تشکیل بکنن، یک تعداد از اینا امرای ما در حکومت امریکا بودن، بسیار تماس های تلفنی داشتن و مسائل همه حکومت اسلامی و چه قسم باشه، بسیار یک تعداد از اینا بسیار و ما به بسیار خوشبینی امرای از اینا او مسائل که باید آینده افغانستان چی نوع تنظیم شوه برای اینا میگفتم. مگر متاسفانه بعد از اینکه اینا آمدن و قدرت برای اینا داده شد یا اینا گرفتن یا هر قسمی که شد، یعنی وضعی که فعلا در افغانستان جریان داره یک وضع مطلوب نیست متاسفانه، و بسته بودن مکاتب به دخترها و به این اندازه به این یک فاجعه است، به این به تاریخ یک کشور که شما 2 سال 3 سال در اوج مکتب نباشد، در هیچ جای دنیا همیت این یک مثال نداره. در حالی که اولین یونیورسیتی که به دنیا تشکیل شده ایره یک زن در قرویین المغرب او تأسیس کرده، و زن و امام شافعی استادش یک زن بود، زنها و یعنی در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت زن شما از قافله تمدن یا علم و اینا جدا کردنش یا دختر یک جریمه است، و ایره البته هیچ کس قبول کرده نمیتونه. ما بسیار متاسف هستم که در افغانستان چندین سال است که مکاتب و پوانتونای دخترها بسته است و دخترها و فرزندای افغان از تحصیل محروم هستند. و دیگه ای که این نوع حکومتی که اونجا هست، یعنی و اینا باید درس می گرفتن از این حکومت های تک حزبی و حکومت هایی که بسیار کمونست ها آمد و کی آمد و مجاهدین آمد، اینا آمد که هر کدام می خواستن که خودشان همین مجاهدین متاسفانه در یک وقتی که از اینا میپرسیدیم که شما چرا همین کلتان یک جای شوین که بخیر اگه یک جایی گرفتین یک جای حکومت بسازین، و میگفتن که نه هر کسی گرفتم او حکومت او بسازه. یعنی برای اینا حکومت ساختن یا گرفتن مثل یک غنیمت واره، یک مال کس به جنگ و اینا که بگیرن ایک قسم تلقی کردن، و در حالی که ساختن دولت به ایک قسم نمیشه، باید و در هیچ جای دنیا ایتونیست که یک گروپ خاص او ممثل تمام خود افراد یک ملت شده بتانه. و اگر این میشد خود امیال یک فاجعه افغانستان است که امیال سلس نفوس افغانستان در بیرون است، و اگر دروازه و وز باشه مسئله و اگر ویزه و اینا باشه، یعنی غیر طالب کل میبراین از افغانستان. او که این یک تراژدی است، باید و دینا متوجه از این باشن که یعنی یک حکومت به یک گروپ خاص بگوید که حکومت حق ماست، ما گرفتیم و این حکومت و دو نیم سال یا 3 سال کلی از دنیا جدا و از مردم خود جدا. از یعنی من نمیفهم چطور این حکومت شده میتونه، دولت شده میتونه. بسیار زیاد یعنی باید کار اول از این ای بود که اینا بر خود مشروعیت ملی رو پیدا میکنن، بعد از اون مشروعیت بین المللی رو پیدا میکنن. اینا حالا برای تعامل 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 چه معرف تعامل چیست؟ یعنی تعامل خواه هر کسی که یا یک جایی که باشه، یک آدمی که از را تیر میشه امرش یک گپ میزنه یا یک کار داشته باشه امرش تعامل می امرش از اینا تعامل میکنه و میکنه. نه قانون باشه، نه قانون اساسی است، نه مکاتب.
یعنی یک حالت مطلوب نیست و عقیده ما و همی کسی که در رأسی من نمیفهم چطور این زعامت یک دولت به توسط یک شخصی می باشه که او شخص مردم خود دیده نمیتونه او را در کجاست و نام از هم امیر المومنین باشه امیر المومنین و باز در افغانستان پایتخت رسمی و تاریخی افغانستان کابل است. وقتی که دیگه افراد طالبان گرفته اونا ارگ پادشاهی و اینا را اخ خود میدان چون اونجا مرکز دولت بود، مگر اون رئیس عمومی ازی چیز او درک نداره، او در خانه شخصی در قندار خوب پایتخت افغانستان نیست. و این مجلس وزرا میره از کابل میره به قندار دایر میشه و یک حالت مطلوب نیست متاسفانه. و خودی هم لقب یک لقب است، یعنی اولین دفعه در تاریخ اسلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المومنین گفته شده. او امیر المومنین خودش انتخاب نکرده، خودش مردم به یک کسی یک هیئتی آمده بود از عراق در اونجا در بین مسجد نبوی پر از دیگه از صحابه پرسان کردن که ما امیر المومنین در کجاست که ما ببینیم. و این امی کلمه خوش یک کسی امر بن العاص یک صحابه داخل شد به حضور حضرت عمر گفت السلام علیکم یا امیر المومنین. او گفت که این گپ از کجا پیدا شد؟ گفت که او گفت تو امیر ما نیستی، ما مومنین نیستیم. به این ترتیبی و بعد از او گفتن که خب اگر حضرت ابوبکر خلیفه تو رسول الله بود و عمر خلیفه تو خلیفه رسول الله میشه، سومش امیر قم چهارم هست تو خلیفه تو خلیفه، این خو یک نام عجیب و غریب بشه، خب باید یک نام باید باشه. این نام گرفتن، مگر این بازی از عمر فاروق که این امیر المومنین شد. امیر المومنین وقتی که فوت میکرد پیغام برای حضرت عایشه روان کرد که اگر من اجازه بده که به اینجا من دفن شم، بچه خود گفت که بگو نگوی که امیر المومنین گفته، بگو عمر خواهش کرده. و دو وقت بسر منبر وقتی که در راجع به مهر زنا و اینا میخواست گپ بزنه و حدودی در اینجا بیاره، یک زن صدا کرد از بین مردم، یک زن صدا کرد که یا عمر تو چیزی که میگی در قرآن خود اینطور نیست، خود قرآن تهدید نکرده تو چیز. و حضرت عمر دم سر منبر فکر کرد، یک دفعه گفت که اصابت المرأة و اخطأ عمر، گفت زن درست گفت و عمر غلط کرد. یعنی امیر المومنین از مردم جدا نمی باشه، امیر المومنین در اون مرکز خود می باشه. و باز چرا امیر المومنین یک لقب کلانه؟ ما به یک دستم که زعمای امروزی اسلامی که در جهان اسلام امروز از هیچ کدام از اینا حق نداریم که این قسم یک لقب داشته باشه. و دو و دو و ترکای عثمانی که نیمی دنیا رو گرفته بودن، اونا از ادب خود امیر المومنین نمی گفتن، خود سلطان می گفتن. ما به این حالتی که ما داریم، ما به چه هستیم که ما امره مردم خود ما درست نیستم. شما پشت سفارت های پاکستان و ایران هزارها نفر استاده که برای کل جوان ها برای آمدن بیکار جای نیم از اینا غرق میشن، نیم از اینا توهین میشن، عذاب میشن، چی میشن؟ خاطر که در ملکشان کار نیست و زندگی نیست. یعنی به هر صورت ما یعنی مهیر به خاطر یک مخالف نمیگم، به خاطر افغانستان میگم که این حالت یک حالت مطلوب نیست. این حالت یعنی قابل عزیز که ما قانون داشته باشیم و ما میترسم ولی چین به چیز به رسمیت میشناسه اینا رو و یک رنگ و قراردادهای سر ذخایر و اینای ما میکنه. یعنی ذخایر و معادن یک کشور اونا ثروت ملی یک کشور است و هیچ یک حکومتی بدون داشتن یک قدرت قوت ملی و حق از این قرارداد نداره. چرا باید ما ذخایر و ثروت ملی را بدون خبر ملت نماینده نداره، در پارلمان اونجا نباشه، قانون در اونجا نباشه. یعنی یک گروپ چطور میتونه که اول خود حکومت بگه و بعد از اون
و این نوع قرارداد رو بکنه. من فکر میکنم که بسیار زیاد مسئله و افغانستان قابل توجه جدی خود افغان هاست و دنیا هست، و ما فعلا دنیا به اونجا مساله داره، منافع داره، و متاسفانه هر کدام از اونا تنها منفعت خود میبینن. و من نمیگم که امریکا منافع نداشته باشه یا پاکستان، یا یعنی در پولی از این منافع خود ملت افغان رو به نظر باشن. ایتونست 100% ما تابع منفعت امریکا سیم، یا ایران سیم، یا پاکستان سیم، یا خود ما هیچ، خود ما مردم ما به دنیا به بیچارگی و به زوم و به چیز است سرگردان میگردن. یعنی حالت ما و فکر میکنم اگه حالت مطلوب نیست، و خدا کنه که هم طالبا هم دیگه افغان ها متوجه از این باشن، و یک مشروعیت ملی را، یک حیثیت ملی را برای افغانستان پیدا کنن، و بعد از ما با دنیا از زبان ملت خود حرف بزنیم، نه از زبان یک گروه و یک هیئت. تشکر و سپاس استاد گرانقدر، شما را خسته ساختیم، افتخار بخشیدید. شخصا استفاده بردم از معلومات در رابطه با ماه مبارک رمضان که دروازه تقوا را گشوده، و خداوندم میفرماید بهترین شما کسانی است که متقی تر باشه. ان اکرمکم عند الله یتقاکم. و یکی از اون دروازه های تقوا ماه صیام یا ماه رمضان است، و خوب است که خود را آماده بکنیم، شستشو بدیم، روح و روان و اعضا و جواری خود را وارد این باغ بشویم، تا بتوانیم آلایندگی های روحی و روانی را از خود دور کرده و در معرض یا در پیشگاه پروردگار عالم از رذایل به فضایل نائل شویم. من سپاسگزارم، شما رو خسته کردیم. اگر در پایان نکته خاصی یا پیام خاصی برای مردم یا برای کسانی که لازم میبینید داشته باشید بفرمایید. من دیگه فقط یک آرزوی از اینکه افغانستان دوباره و حیثیت و کرامت ملی و بین المللی خود در جهان به دست بیاره، و خداوند برای افغان ها و ابنای افغان توفیق عنایت بفرمایه که ما صاحب یک دولت ملی، یک دولت قانونی، یک دولت مسئول باشیم، و جهان همراه ما در چوکات منافع خودشان و منافع ما تعامل بکنند، نه اینکه ما فقط آلی دست باشیم، برای ما فقط چند به از طریق پول، از طریق ترس، از طریق چیز اونا ما و کشور ما را استعمال بکنن و از او استفاده بکنن، از موقعیت طبیعی و جغرافیایی ما و هر کدام استفاده بکنن، و ما فقط آله دست باشیم. این درست نیست، و خدا کنه که هم حرکت طالبا هم تمام قدرت های ملی افغانستان متوجه باشن به این که ما مو تجربه های ناکام 40 سال گذشته را دوباره تکرار نکنیم، و طرف اصلاح از روان باشیم، به طرف از اینکه ما واقعا صاحب یک کشور مستقل و دارای حیثیت ملی باشیم، و به اون طرف روان باشیم. خداوند جوانای ما را توفیق بده، و ما وراثی عنصر جوان و تعلیم یافته اینا امو مغز جامعه افغانستان است، اینا باید متوجه باشن و اینا با هم نزدیک شوند، و سیاست مدارا و کسانی که سوابق چیز دارن اینا هم امو اغراض و مسائل شخصی خود یک طرف بانن، برای مصلحت ملت اینا با هم یک جای شوند، و هر کس هر اندازی که در توانش است برای اعاده حیثیت ملی افغانستان کمک کنند، و مردم افغانستان از این بیچارگی و دربدری کشور و کشور و کل دنیا
خداوند از این خلاص بکنه و کشورهای اسلامی را خدا کنه از این طبیعت و از این دست نشاندگی نجات پیدا بکنن و برای فلسطین خداوند آزاد بسازن و مجرمین و جنایتکار را خداوند به جزایشان بده و اینا. خب همه قسمی که رسوا شدن بسیار به دنیا و بسیار به ملت های غربی اینا بسیار بسیار نکویش میکنن بسیار می حالتی که در فلسطین است. دیگه امیدوار هستیم که تمام از این مشکلات در راه حل عادلانه پیدا بکنن و دوباره به عوض زور و دسیسه عدالت و اخلاق حکومت بکنه در دنیا رواج شوه، که فعلا بسیار هر دوی از این هم عدالت هم اخلاق نایاب شده متاسفانه. دیگه دعا میکنیم که خداوند به برکت ماه مبارک رمضان، چون رمضان یک ماه که نه تنها یک ماه عبادت است که ماه نصرت و نظم، اولین غزوه اسلامی و اولین فتح اسلامی در غزوه بدر و در رمضان واقع شده. خداوند کریم به یمن از رمضان مبارک و مکتب رمضان مبارک باز هم بر مسلمان ها حیثیت و فتح و کرامت عنایت بفرمایه و مسلمان ها و مقام اسلامی و آزاد خود در دنیا داشته باشند. و ما ذلک علی الله بعزیز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسگزارم.